بیش از 200 فعال مدنی و سیاسی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از ایران با امضای نامه‌ای خواهان مذاکره بی‌قید و شرط ایران و آمریکا شدند. نگرانی آنها از چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. که وزیر خارجه آلمان به تهران رفته و قرار است شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم به تهران سفر کند، نشانه هایی از احتمال میانجیگری بین ایران و آمریکا دیده می شود. هنوز مقام های ایرانی البته نشانه از اینکه بخواهند بی قید و شرط گفتگوی را آغاز کنند ندادند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران می گوید بر سر به گفته او ناموس نظام یا همان توانایی موشکی گفتگو نمی کند. آمریکا که برجام را رها کرده به دنبال گفتگو بر سر چیست؟ فعالان سیاسی و مدنی زیادی در این مدت به روشنی از گفتگو بین دو طرف بدون هیچ قید و شرطی حمایت کردند، از جمله 225 نفری که نامه‌ای را با همین مضمون امضا کردند، در حالی که بسیاری هم ابراز نگرانی می‌کنند که با دولتی مثل دولت دونالد ترامپ نمی‌توان مذاکره کرد و نتیجه مثبتی گرفت. امروز از هر دو سر طیف مهمانانی دعوت کردیم. از نیویورک فعال مدنی محبوبه عباس‌قلی‌زاده همراه ماست. خانم عباس‌قلی‌زاده از امضا کنندگان این نامه است، اما او پیشتر نگاه مثبتی به مذاکره نداشته. فعلا فکر می‌کند چنین مذاکره‌ای برای وضعیت مردم در ایران لازم است. در اینجا در استودیو رضا علیجانی فعال ملی مذهبی، کسی است که از بانیان نامه بوده، اون رو تهیه و امضا کرد. و عطاءالله مهاجرانی نویسنده و پژوهشگر که به این نامه ایراداتی دارد. آقای مهاجرانی سالها در مقام‌های دولتی در ایران کار کرده و کسی است که نخستین بار در سال 1369 سرمقاله‌ای در روزنامه اطلاعات نوشتند و از مذاکره با آمریکا صحبت کردند که بسیار هم از این بابت شباهت شدند. خوش آمد میگم به هر سه. من اول می‌خوام از آقای مهاجرانی بپرسم که چه فرقی هست بین امروز و اون روز، که امروز مذاکره به نظر شما ایراداتی داره، اون موقع ازش دفاع می‌کردید. من به نظرم از جهات مختلفی میشه در واقع این تفاوت‌ها رو دید. یکم این که در واقع امریکا مقطعی مطرح کرد که با ایران مذاکره میکنه که جورج بوش پدر رئیس جمهور امریکا بود، یک دیپلمات در واقع شاخص و یک سیاستمدار درجه اول. ما الان روبرو هستیم با شخصی به نام ترامپ. من دیدم آقای امیر اصلان افشار که رئیس تشریفات دربار شاه بود و خب دیپلمات درجه اول دوران پادشاهی، سفیر ایران در آلمان، سفیر ایران در امریکا، در یک گفتگوی میگفت که وقتی که ترامپ انتخاب شد من زنگ زدم به دوستم جک میکلاس که مسئول اداره ایران بود در وزارت خارجه، گفتم که جک، بین این 300 میلیون جمعیت امریکا یک آدم حسابی نبود رئیس جمهور بشه؟ شما میرین این داوری حالا یک کسی است به نام امیر اصلان افشار که در موقعیتی که هست. پس تفاوت این دو سو رو ببینید. دوم این که جورج بوش پدر موقع مذاکره رو مطرح کرد که هیچ گونه فشاری و لحن تحقیرآمیزی همراهش نبود، بسیار محترمانه. یک بار درست روزی که روز تحلیفش بود به مال رئیس جمهور امریکا گفت که من الان که روی پله‌های مرمرین کاخ سفید هستم دعوت می‌کنم از همه کشورهای منطقه در مورد مسائل دو جانبه بنشینیم با یکدیگر مذاکره بکنیم، که پیدا بود در واقع یکی از منظورهای ایشون یا مخطوطای ایشون ایران بود، که همون موقع من یک مقاله نوشتم قول و قرار روی پله‌های مرمرین کاخ سفید. این قبل از مقاله مذاکره مستقیم بود که بعدم مذاکره مستقیم رو من نوشتم که در واقع مذاکره امری است که برای ما در مسائل مختلفی که با امریکا داریم میتواند کمک بکنه. پس می‌فرمایید تنها مشکل شما الان شخص آقای ترامپ هست؟ نه، یک بود. اما شرایط که امروز ما داریم در واقع صحبت میکنیم، میبینیم که امریکا از یک طرف درسته که گاهی میگوین بی قید و شرط، اولا اینکه رسیدن به بی قید و شرط به خاطر مقاومت ایران بود، والله خود آقای پومپئو وزیر خارجه یک سال پیش، درست یک سال پیش، 12 تا شرط مطرح کرد در اون سخنرانی این که در بنیاد هریتاج در واشنگتن داشت. 12 تا شرط بود که یکیش توقف غنی‌سازی اورانیوم، توقف فعالیت‌های موشکی، توقف کل در واقع 12 تا توقف رو شمرد. الان که رسیدن میگن بدون قید و شرط، در واقع نقطه‌ای که الان من مورد توجه هم هست اینه که این بدون قید و شرط واقعی نیست. شما میگین بدون قید و شرط، بعد میاد اعلام میکنین سپاه پاسداران یک سازمان تروریست در واقع
خارجی است، FOT که اینها مطرح میکنن. از طرفی شما میگید بدون قید و شرط، بعد محدودیت ها رو برای تجارت ایران بیشتر میکنید. میگید بدون قید و شرط، بعد شما میاد با کشورهای منطقه پیمانهای چند جانبه، دو جانبه ببندید. حتی شما ببینید همین هفته که وزیر خارجه آلمان اومد ایران، قبلش رفت امارات با عبدالله بن زاید صحبت کرد. قبل از وزیر خارجه آمریکا جان بولتون اونجا بود. بعد شما میگید که در اونجا چهار تا شرط مطرح میکنه عبدالله بن زاید که بله اگر میخواین با ایران صحبت بکنین شرایط هم باید در نظر بگیرید. از اینجا من گمان میکنم که ما با یه سیم مثل یک در واقع منشوری با ابعاد مختلف همه جهات رو ببینیم. و نکته سومی که به نظر من مهم هست، حالا تا دوستان هم صحبت بکنن، از یک سال پیش که دوستان بیانیه دیگری رو در خرداد در واقع 97 منتشر کردند تا بیانیه که این بار منتشر شد، اون بیانیه بیش از 100 نفر، این بیانیه بیش از 200 نفر، البته لحن بیانیه هم متفاوت هست. شرایط ما به دلیل مقاومتی که ما کردیم بهتر شد. یعنی در واقع عملا ترامپ، عملا بولتون، شما می‌بینید بولتون تقریبا ایران رو فراموش کرده. این بولتونی که در واقع معمار براندازی بود، شما می‌بینید که الان در صفحه توییترش از آب و هوا صحبت می‌کنه، به آمریکایی‌ها هشدار میده که مراقب هوا باشید. یه بحثی در صحبت‌های شما غایب هست، اونم وضعیت مردم در ایران هست، بحث اقتصادی و مشکلاتی که به نظر میاد نقطه ای هست که در بیانیه‌ای که آقای علی جانی و خانم عباس قلی زاده هر دو امضا کردن روش خیلی تاکید شده، وضعیت مردم. آقای علی جانی، ممکنه یه مقدار شما بیشتر توضیح بدید که چه چیزی باعث نگرانی شما و افرادی مثل شماست که باعث میشه که چنین بیانیه هایی رو امضا کنید؟ بیانیه دوم هست ظرف یک سال. بله، در سالگرد جنبش سبز که حالا سخن از مردم میان آمد، زنده بداریم یاد محصولین جنبش سبز و شهدای جنبش سبز. من یه اصلاحی هم در مقدمه شما بکنم که این بیانیه کار جمعی بوده و به هر حال کار فردی نبوده. شما رو یکی از بانیانش معرفی کردم، نه تنها. بله یه کار جمعی بوده. ببینید، بحث نقطه عزیمت ما بایستی معلوم باشه. همونطور که شما به درستی گفتین، نقطه عزیمت فرضاً بنده یا بسیاری از امضا کنندگان بیانیه سرنوشت ملت ایرانه. من از سخنان آقای مهاجرین بالاخره در نیافتم که الان وضعیت بهتره، که مثلا مقاومت ما باعث عقب نشینی شده یا نه. ببینید 40 ساله هر دفعه به یه بهانه ای اینا رو من بیشتر، این سخنان مخالفتی باش ندارم، ولی اینها در حاشیه است، اینا پاورقیه. موقعی که آقای مهاجرانی بحث مذاکره رو مطرح کردن، هنوز زمان زیادی نگذشته بود از اینکه آمریکا هواپیمای مسافربری ایران رو زده بود. ما می توانیم یه دفعه بگیم کودتای 28 مرداد، یه دفعه بگیم هواپیما زدن هواپیمایی بار، بیام رو ادبیات. اصلا در عرصه سیاست ادبیات و رجزخوانی که ملاک تعیین کننده این نیست. ببینید، در سیاست حقیقت نیست که تعیین میکنه، مناسبات قوا و تناسب قواست که تعیین وضعیت رو تعیین میکنه. ژاپن و ویتنامی ها فکر نمی کنم تعارض و تضادشون با آمریکایی ها کمتر از ایرانی ها بوده باشه. ژاپنیا رو سرشون بمب اتم دوتا انداختن، ویتنامی ها 20 سال تن به تن با آمریکایی ها جنگیدن. من فکر می کنم نوعی ادبیات احساسی که البته سنت چپ ها بوده در ایران، نه سازش، نه تسلیم، نه ولی با آمریکا، و بعد سنت خطابی و شعاری روحانیت اومده سوار بر این مسئله. اصلا مذاکره کردن، نشستن گفتگو کردن که سازش و تسلیم نیست، همه حرفا رو میشه رو در رو زد. این یه نوع ادبیات پوپولیستیه. ببینید، در همین بیانیه محکوم شده خروج آمریکا از برجام، محکوم شده نظم ناعادلانه جهان، ولی در کنارش مطرح شده سیاست خارجی نادرست ایران. ببینید، اگر قرار بود بحث تناسب حقیقت مسئله باشه در جهان، بله بحثا فرق می‌کرد. در عرصه آمریکا زورش رسیده خارج شده از برجام. بسیاری هم آقای علیجانی میگن اصلا چه، یه بخشش رو آقای مهاجرانی توضیح دادن، یه بخش دیگه اینه که بسیاری میگن آمریکا 2 سال مذاکره کرد با ایران، نتیجه شد برجام، آقای ترامپ اومد از برجام خارج شد. با یه همچین آدمی چه مذاکره ای؟ من همین نقطه رو داشتم میگفتم. ببینید، در خروج آمریکا از برجام محکوم شده، ولی آیا واقعا این مسئله ایرانه؟ همون موقعی که برجام امضا میشه ایران موشک هوا میکنه، همون قبلش آقای خامنه‌ای مطرح میکنن این مقدماتی است که اگر این بحثا خوب پیش بره، یعنی سیگنال ادامه برجام رو میزنن، ولی همین که برجام امضا میشه موشک هوا میشه، شعار ضد اسرائیلی داده میشه، آقای خامنه‌ای میگن که شرکت های آمریکایی حق ندارن بیان.
ببینید دیپلماسی در عمق در جریانه و مسئله تناسب و آمریکا زورش رسیده خارج شده. در داخل ایران هم همین جوره، در ایران هم تناسب و گوا حرف میزنه. یه جریانی بقیه رو حذف کرده، اگر بقیه رو حذف نمیکرد آقای مهاجرانی و دیگران شاید فرصت نمیکردن در مثلا در سنین جوانی نماینده بشن، معاون بشن، وزیر بشن. به هر حال زور دیگه، ما سیاست رو بر اساس این زوری که هست، حالا ملاک و البته ما در مقابل زور مقاومت میکنیم، اما ملاک ببین سوزن سیاست خارجی ما مثل صفحه گرامافون یه نقطه نباید بیسته. ایران هم بارها مواضعی گرفته و از این مواضعش عقب نشسته. خب یه بحث دیگه هم الان خانم عباس‌قلی زاده، کسانی هستن که پتیشن امضا کردن و میگن با این حکومت نباید مذاکره بشه. حکومتی هست که 40 سال مرحله به مرحله ملت رو دچار مشکلات عدیده کرده، از جنگ بعد تحریم و مسائل مختلف. با این حکومت مذاکره یعنی دوباره بهش وقت دادن برای اینکه کاراشو ادامه بده. به نظر شما، ولی شما میگید که نباید مذاکره بشه. شما پاسختون به افرادی که مخالفت میکنن از این منظر چی هست؟ ببینید هر جنگی و هر تنشی بیشتر از اینی که بتونه کمک بکنه به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از داخل، باعث بقای نظامیگری در منطقه و به خصوص در ایرانه و تنها صدمه‌ای که میخوره و عمیق‌ترین صدمه‌ای که میخوره علاوه بر مردم به زیرساخت‌های مملکته و سالها طول خواهد کشید که بخواد برگرده به روز اول. بنابراین گفتمان براندازی که ما هر چقدر که از بیرون فشار بیاریم باعث میشه که از داخل نظام مزمحل بشه، یه گفتمانیه که در واقع مثل یه هندونه ای که باز نشده و ریسک خیلی بالایی داره. چیزی که وجود داره این هستش که قربانی این تنش ها، قربانی این تنش زایی کیا هستن؟ یعنی اینکه آیا ما بشینیم که از خارج یک نیروی نظامی بیاد فشار بیاره، از داخل هم کسانی که نظامی هستن، سردار هستن، بیان این تنش‌ها رو با هم دیگه همینطوری ببرن بالا، قربانی و کسی که نابود میشه این وسط کیه؟ و الان در همین شرایط ما الان داریم میبینیم که قربانی واقعی اینها مردم هستن و همین الان ما داریم میبینیم که مهاجران افغانستانی دارن استرداد میشن به در واقع کشورشون، در حالی که توی این چندین دهه ایران یکی از افتخاراتش این بوده که تونسته مهاجران افغانستانی رو پذیرا بشه. میبینیم که در واقع هزینه درمان بیماری‌های سنگین و در واقع پیچیده و هزینه‌های شیمیایی، درمان‌های شیمیایی اینها بسیار بالاست و مردم ترجیح میدن که اصلا نرن سراغ اینها و همینطوری به تدریج جانشون رو ببازن. میبینیم که زنان دارن در واقع بیشترین آسیب رو میبینن از نظر اینکه اشتغال نیست و بنابراین باید به حاشیه کشیده بشه مشارکت زنان و کودکان از همه مهمتر. و بحث اینه که آیا فقر باعث اعتلاء میشه در یک کشور یا باعث اضمحلال اون کشور میشه؟ آیا جامعه مدنی میتونه در شرایطی که الان فشار تحریم هست و الان بحث تنش و بحث دعوا و بحث جنگ و هر روز اشتلم و در واقع تهدید همدیگه هست، آیا میتونه در این شرایط کلن کار اطلاع بخشی انجام بشه؟ تو شرایط که الان به خاطر همین بحث جنگ ما میبینیم که چقدر شرایط امنیتی داخل ایران بالاتر رفته و شرایط سختتر و سختتر شده. بنابراین من غیر از اینی که به کسانی که در داخل ایران هستن و فکر میکنن که مذاکره در واقع با هویت جمهوری اسلامی، با هویت نظام در واقع گره خورده و بسیاری از فعالان، بسیاری از کسانی که در واقع در داخل ایران هستن ممکنه فکر بکنن که صحبت کردن با امریکا، صحبت کردن با ترامپ، در حالی که صحبت کردن با امریکا در شرایط فعلی مناقشه زدایی هست و مناقشه در واقع این هستش که ما مناقشه رو کنار بذاریم و تنش زدایی بکنیم و بحران رو کنار بذاریم، بخوایم تو شرایطی که
در واقع خارج از تنش هست بشینیم تازه صحبت کنیم ببینیم که چیا میخوایم بگیم. از اون طرفم اگر ما فکر میکنیم که این فشارها باعث میشه که براندازی در داخل ایران اتفاق بیفته، این یک بحثی است که بله با نابودی کشور ایران میتونه در واقع هم کشور نابود بشه هم رژیم عوض بشه، ولی به چه هزینه باید این اتفاق بیفته؟ آقای مهاجرانی، این بحث حقوق بشری بحث جدی هست. بسیاری معتقدند که این عدم مذاکره ممکن هست، این شرایط در واقع صلح مسلح که الان گفته میشه ما درش هستیم، نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و آماده باش در ایران، میتونه هر لحظه تبدیل به یک مناقشه جدی بشه، یک منازعه جدی بشه. از طرف دیگه ادامه این شرایط، ادامه شرایط تحریم با همون مثالهایی که خانم عباس‌قلی زاده هم زدن، داره فشار گسترده‌ای میاره به ملت. تا کجا میشه این رو ادامه داد؟ تردیدی نیست که این فشارها و دشواری‌ها هست. یک مقاله‌ای رو بوریس جانسون نوشته بود در اکتبر 2014 در مجله روزنامه تلگراف. تیتر مقاله این هستش که روزی که چرچیل انگلستان رو نجات داد یا بریتانیا رو نجات داد. بعد در اونجا اشاره میکنه به گفتگویی که در پارلمان انگلستان هست در سال 1940 که کابینه جنگه، یعنی کابینه در واقع کوچک چرچیل، دارن بحث میکنن. چمبرلین هست، هالیفاکس هست، دیگران هستن. نهایتاً چرچیل میگوید که ما به یک نقطه رسیدیم که جنگ خیلی گرفتاری ها برای ما خواهد داشت و مخوف خواهد بود برای ما، اما توجه داشته باشیم که تسلیم شدن در واقع سختی ها، دشواری ها و اون ضد ارزش بودنش برای ما بیشتر هست و این جنگ ما جنگ ارزش ها و پرینسیپل هست. ببینید، شما وقتی که رسیدید به یک نقطه ای که امریکا با تمام در واقع ادمنستریشن ترامپ، شما وقتی که میخواید گفتگو بکنید، فرض بکنیم که گفتگو با نمایندگان کنگره امریکا یا سناتورها که مشکلی نیست، آقای ظریف اومد در واقع صحبت کرد، یا صحبت کردن فرض بکنیم که با دیگر نهادهایی که ممکن در امریکا باشه، اون گفتگویی که در حال میتواند کارساز بشه که گفتگو با ترامپ و ادمنستریشن ترامپه. ایشون اومده یک سازماندهی کرده، یعنی عناصری مثل جان بولتون، جان بولتون و دیک چنی معمار حمله به ایران بودن. اوکی، الان سال سوم هست آقای ترامپ سر کاره. خب، ممکن هست که 5 سال دیگه هم سر کار باشه. هیچ کس تضمین نداره که آقای خب ترامپ ممکن هست نباشه، عکسش هم هست. خب بله، ولی خب، چقدر واقعا میشه به ملتی فشار آورد که تو تحمل کن؟ ما رهبران ملت قصد داریم که به یک اهدافی برسیم که میدونیم مطمئناً میلیون ها نفر در داخل ایران با این اهداف احساس همبستگی نمی کنن. خب ببینیم، ممکنه حتما همینطوره، یعنی بعضی ممکنه مخالف هم باشن. حالا عکسش هم هست، یعنی وقتی که در برابر فشارها کشوری تسلیم میشه. درست بعد از حادثه در واقع 9/11 اصطلاحاً آقای ریچارد آرمیتاژ که بعد شد معاون کولین پاول وزیر خارجه امریکا، تلفن میکنه به رئیس ستاد ارتش پاکستان زمان پرویز مشرف، میگه شما بایستی کشور رو در اختیار ما بگذارید، تمام فرودگاه ها، تمام پادگان ها، اگر نگذارید ما شما رو بمباران میکنیم، شما رو به عصر دوران سنگی برمیگردونیم. آقای مشرف میپذیره. بله. آقای مشرف میپذیره، تمام پاکستان در اختیار امریکاست. آیا این موجب در واقع سربلندی شد؟ موجب حل مسائل شد؟ ممکن اشاره که آقای علیجانی هم در این نامه کردن و دوستانشون که میگن که دنیا دنیای در واقع عدالتی نیست. خیلی خوب، شما اگر این تصمیم باشید الان در واقع رهبری ایران، دولت ایران، در واقع ادمنستریشن ایران نمیپذیرن که تسلیم بشن در برابر این دنیای ناعادلانه. بعد مقاومتشون هم تا به حال نتیجه داده. آقای ترامپی که میگفت ما ایران رو نابود میکنیم، میگفت ملت ایران تروریست هستن، همین آقای ترامپ میگه که با همین رهبران ایران، با همین حکومت، کشور ایران میتواند آینده درخشانی داشته باشه. این تفاوت واژگان در واقع چگونه است؟ از طرفی شما اشاره کردین آقای ترامپ و در واقع ادمنستریشنی که هر روز یک حرفی رو میزنند. ما اومدیم در برجام بودیم. نه. برجام که فقط با امریکا نبوده، اروپاییان بودن، دیگران هم بودن. آقای ترامپ فقط با ایرانی مشکل نداره، با کره داره، با چین داره، با اروپا داره. صحیح. با همه داره، صرفا در واقع نگاه ترامپ. آقای علیجانی بشنوید. آقای علیجانی، آقای ترامپ یه همچون آدمی هست، حقم دارن آقای مهاجرانی میفهمن، بسیاری از قراردادهای دیگه بین المللی هم آقای ترامپ خارج شده. از یونسکو اومده بیرون. بله. فرض بکنید یه همچون آدمی رو چه جوری میخواید شما باهاش مذاکره بکنید؟ چطور باید با همچین گروهی مذاکره؟ ببین، من تعجب میکنم آقای مهاجرانی دولت مرد بودن،
آقای مهاجرینی از موضوع چامسکی که نباید حرف بزنن. جهان جهان تناسب و قواست. اگر جنگ ارزش‌ها هست، ببین ترامپ از برجام خارج شد، بخشش سهم تقصیر ایرانه. تیم مذاکره کننده ایران تحت هدایت لحظه به لحظه آقای خمینی باید پای ترامپ رو می‌بست اونجا. این نقطه ضعف ماست. ناهنجاری کردن وقتی او رفت یک امضا زد. اینو اصلا بعضی از اعضای تیم مذاکره کننده گفتن ما حواسمون به این نکته نبود که ممکن آمریکا یا خارج بشن. دو سال مذاکره کردن، خب این ضعف وجود داشته. اگر اون حمله می‌کنن ضعف ما حمله می‌کنه. دوم ببینید خانم غازی زاده، طرح نصف کاره مسئله تحریف واقعیت. ببینید سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های آقای خامنه‌ای جنگ ارزش‌ها نیست. ببین اگر ما ارزش، چرا جمهوری اسلامی با اسرائیل مخالفه، چرا با آمریکا مخالفه؟ به خاطر ظلم، تبعیض، ستم. به قول خود آقای خامنه‌ای با دستمال کثیف که نمیشه شیشه رو تمیز کرد. شما اگه با ستم و ظلم و تبعیض واقعا مخالفی، که ابتدا واقعا مخالف بودن ولی الان ریاکاری و ابزار سرکوب داخلی، ابزار این هست که مشروعیت نداشته انتخاباتی و مشروعیت نداشته کارآمدی نظام رو توجیه کنید، اول عدالت رو در برای مملکت خودتون اجرا بکنید. مگر ایرانی ها مسئول اجرای عدالت در سراسر جهان هستن؟ مگه ملت ما موظف شده که ظلم رو در سراسر جهان شکست بده؟ ما از منافع ملی خودمون باید دفاع بکنیم. این سیاست اولا ریاکارانه است، چون خودش داره به کشور خودش ظلم میکنه. دوما ناکارآمد. نتیجه سیاست های خارجی های خامنه‌ای چی شده؟ همه کش نظم منطقه رو که به نفع افکار عمومی منطقه رو که به نفع فلسطینی ها و علیه اسرائیلی ها بود، اعراب و چسبونده به اسرائیل متحد کرده. و نکته سوم و نقد سوم، خلاف میل اکثریت ملت ایرانه. چرا میگم اکثریت؟ چون ملت ایران چندین بار اومدن رأی دادن در انتخابات به سیاست مخالف سیاست تنش‌زایی آقای خامنه‌ای رأی دادن. ایشون نه به لحاظ دموکراتیک، نه به لحاظ ارزشی، نه به لحاظ کارآمدی به نتیجه نرسیدن. این شکست بنده از آقای مهاجرانی و همفکرشون این انتظار رو دارن بپذیرن. این سیاست در ایران در اقلیت به زور میخواد به اکثریت حاکم بشه. اولا در اقلیت بودنشون رو بپذیرن، دوما اگر با این اقلیت بودن بر اکثریت بودن بر حق بودن نیست الزاماً، ولی این رو از آزادی طرح این نظر، از اینکه این صدا هم در ایران باید شنیده بشه، نه اینکه اطلاعات و اطلاعات موازی رو بریزن سر کسایی که یه نظر دارن و فکر میکنیم به نفع منافع ملی ایرانه و فکر میکنن نظر اکثریت ملت ایران در چند انتخابات اعلام کردن. آقای مهاجرانی دفاع بکنه از آزادی ابراز این نظر. آقای خامنه‌ای هم الان در مقطع 598 قرار گرفته. نظم جهان ناعادلانه است، همون اون که نظمی که آقای خامنه‌ای در داخل ایران اجرا کرده ناعادلانه است. آقای خامنه‌ای یه وقت تصمیم نهایی بگیره. ما نباید ملت ایران هزینه لجبازی آقای خامنه‌ای رو سیاستاش بدیم. مطرح نکردن این ورد از این و فقط اشاره به نظم ناعادلانه جهان و ترامپ اومده الان اینا رو گفته که ما با همین رهبران به نتیجه میرسیم، رشد میکنیم، فردا هم که عکس اینو نظر بده. مگه سیاستو میشه رو ادبیات طرف مقابل بر استوار کرد؟ سیاست رو بر اون منافع ملت استوار کرد. خیلی وقت کم است مثلا این خانم عباس‌قلی‌زاده هم نظرشون رو در این باره بگن. بحث همین هست، باید رهبری مثل ترامپ و رهبری مثل آیت الله خامنه‌ای چطور میشه امیدوار بود به نتیجه چنین مذاکره‌ای با تمام صحبتایی که در مورد هر دوی اینها شد؟ ببینید من از زاویه فعالان جامعه مدنی و مردم دارم به قضیه نگاه میکنم. کسانی که میان میگن که ترامپ آدمی است که غیر قابل مذاکره است یا تصویری که میدن که البته درستم هست، از اون ور باید منصفانه نگاه بکنن که اون طرف قضیه، اون کسانی که در ایران هم حکمرانی میکنن در این 40 سال روش هایی که داشتن نشون داده که روش هاشون کمتر در البته تو سطح دیگه، تو سطح بنیادگرایی، تمامیت خواهی، نظامیگری در واقع کمتر از ترامپ نبوده اثراتش. و اینکه بیان بحث مذاکره رو به صورت یک بحث هویتی و بحث پرینسیپالی در واقع اصولی مطرح میکنن، برای کی؟ برای مردمی که روز اول اومدن توی خیابون انقلاب کردن در واقع سال 57 که بیان بگن که
یک کشوری میخوان که در واقع مستقل باشه و آزاد باشه، نه کشوری که الان تا خرخره همه در واقع منابعش رو داره استفاده میکنه برای اینکه بخواد توی منطقه خودش رو گسترش بده و به مردم خودش نمیرسه و آزادی بیان و تمام آزادی های اساسی مردم رو در واقع از بین برده. این چیزی هستش که در مورد ایران وجود داره. بنابراین اگه مردم الان در واقع پشت این قضیه نیستن، یعنی اعتماد ندارن به تصمیم حکومت به دلیل اینکه حکومت با روش خودش این در واقع اعتماد رو از بین برده در طول این سالها، بنابراین اون حس ملی یا اون حس در واقع سرمایه اجتماعی که انتظار داره یک حکومت از کشورش داشته باشه، از مردمش داشته باشه، در مردم ایران نیست و اگر میخوان رفراندوم بکنن تا ببینن که واقعا نیست. ولی اون چه که هستش که آیا مذاکره بین این دوتا هست، این دوتن در واقع اگر که ما نگاه بکنیم که یک دیکتاتور از این طرف و یک بنیادگرا از این طرف میخوان با هم دیگه مذاکره بکنن، چیزی که این وسط وجود داره به قول آقای علیجانی بحث موازنه قدرت هست در گفتمانی که بین اینها در جریان قرار میخواد بگیره. ولی اون چه که پشت این وجود داره اینه که در طول این مذاکره زمان تغییر میکنه، یعنی آدمهایی مثل ما که مثل من که تا دو سه ماه پیش بحثمون این بودش که ما باید در واقع تا جایی که میتونیم جلوی در واقع تمامیت خواهی و در واقع اقتدار و قلدری ترامپ وایسیم و الان توی شرایطی هستیم که میبینیم که منطقه روی در واقع بوم قرار گرفته. اگر بخوایم که یه مقداری با بحث مذاکره با بحث دیپلماسی بریم جلو، میتونیم این شرایط رو در واقع یه مقداری متعادل‌تر و تلطیف‌تر بکنیم به نفع مردم دو کشور، نه فقط برای ایران، برای مردم آمریکا. من که در نیویورک زندگی میکنم میدونم و هر روز مردم آمریکا به من میگن که چقدر متاسفن از این بحثای جنگ و این بحثای تحریم که بین آمریکا و ایران هست و شرمندن از رئیس جمهوری که دارن و میدونن که خودشون هم قربانی این تنش خواهند شد و در واقع هر دو طرف طالب این هستن که بخوان که بحث ها به طرف این بره که لطیف تر بشه و در یک فضای دیپلماتیک تر در واقع مسائل حل بشه و اینقدر بحرانی نشه که ضررش به مردم برسه. ممنونم از شما خانم عباس قلی زاده، آقای علیجانی و آقای مهاجرانی. متاسفم که وقت تمام شد، بحث جالبی بود. ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما هم ببینید، همینطور روی سایت یوتیوب. پادکست برنامه رو هم میتونید گوش کنید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش. We'll be right back.